سلام دوستان عزیز، امروز نان پنجکش جور میکنیم تا آخر ویدیو با ما همراه باشیم. ده گرم خمیر ترش، خمیر ترش را در یک ظرف می‌ریزیم. یک قاشق چایخوری شکر اضافه میکنیم. 300 میلی لیتر آب ملایم داریم. کمی شده خمیر ترش اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. پنج دقیقه میمانیم که خمیر ترش ما استراحت کنه. بعد از 5 دقیقه خمیر ترش ما رسیده، نیم کیلو آرد یا 500 گرم آرد در یک دانه ظرف می‌ریزیم. یک و نیم قاشق چایخوری نمک اضافه می‌کنیم. با قاشق نمک مخلوط می‌کنیم. خمیر ترش اضافه میکنیم. دو قاشق روغن داریم. روغن اضافه میکنیم. آب کم کم اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. از قاشق سوا میکنیم. روی میز کمی آرد پاش میدیم و خمیر روی میز میمانیم. همینطور که میگنی خمیر ما زیاد سفت نسته و شل هستم و با دست حدود 5 دقیقه مشت میکنیم تا خمیرمان خمیر خوبی در بیاید. خمیر که مشت کردیم روی یک دانه ظرفه کمی روغن می‌ریزیم و خمیر داخل از اون می‌مانیم. همینطور که می‌بینی خمیر ما به این حالت در میاد. خمیر می‌مانیم تا 1.5 ساعت استراحت کنه. بعد از 1.5 ساعت خمیره دوباره از ظرف در میاریم
و روی میز کمی دوباره آرد پاش میدیم. دو تقسیم میکنیم. و هر تقسیم یک زغال میکنیم. روی پتناس داشت کمی روغن میریزم و با برس روی پتناس چرب میکنم. دوستایم کمی چرب هسته. خمیر را باز میکنم. با دیسک را فشار میدم خمیر را که همه اطراف خمیر در یک اندازه باشه. حالی هر 2 سانت فاصله ناخون میزنم. تخم کنجد روی نان خوب پاش میدیم. دوستان عزیز، هر کس که دوست داشته باشه میتونه از تخم کنجد استفاده کنه، مگر نمیتونیم بدون تخم کنجد هم پخ کنیم. سیادانه کمی روی نان خوب پاش میدیم. کمی آب با دست خوروش پاش میدیم تا خیام سیادانه ها و کنجدا دخ خمیر ما بچسبه. 15 دقیقه خمیر استراحت میدیم. بعد از 15 دقیقه داخل داش میمانیم. داش درجه 200 درجه به مدت 20 دقیقه میمانیم پخته شود. داش یا فیره 10 دقیقه جلوتر از این که نان پخ شود باید گرم کنیم. زغاله دوم روی کاغذ باز میکنیم و نیاز نیست که زیرش چرب کنیم. این دفعه دیسک را با آب کمی تر کردم و کمی هم آب روی خمیر میریزیم و خمیر را باز میکنیم به اندازه مساوی همه اطراف شد. دوباره ناخن میزنیم خمیره. فاصله های مساوی. و کمی تخم کنجد. روی نان خوب پاش میدیم. و میمانیم 15 دقیقه استراحت کنه. بعد از 15 دقیقه داخل داش میمانیم. نان ما بعد از 20 دقیقه پخته شده از داخل داش میکشیم. همینطور که میبینید نان ما بسیار عالی شده. امیدوارم شما دوستان عزیزم نان در خانه جور کنید. نان خانگی بسیار آسان و راحت است.
نرم و خوشمزه. دوستان عزیز، اگر خوشتان آمده این ویدیو را لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار بدهید تا ویدیوهای بعدی من را داشته باشید. میتونید ویدیو را با دوستان خود شیر کنید. تشکر از حمایت شما دوستان عزیز که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید.